مادر من دارم میرم بیرون سر کار. شما بیرون کاری نداری؟ چیزی نمیخوای؟ نه مادر، برو، خدا به امروز برای زور که میاد. آره زور نهار میام. راستی اعلام کردن هوا کثیفه، لطف کن امروز بیرون نرو. باشه؟ نه عزیزم، جایی نمیره. خداحافظ. به سلامت مادر. اینا که همکارمان مشمودی خبر. دست شما درد نکنه خانم. سر شما درد نکنه، چیز قابل داری نیست. خواهش میکنم، صاحبش قابل داره. بفرمایید. خب حاج خانم، بالاخره نگفتی شیرینی عروسی احمد آقا رو کی میخوری؟ والا من خودم آرزو دارم عروسی احمد رو ببینم. حرف حساب چیه؟ میگه تا یه کار درست حسابی گیر نیارم زن نمیگیرم. ماشاءالله هزار ماشاءالله، احمد آقا که مهندسه. یعنی برای مهندسان کار نیست؟ ای خواهر چی میگی؟ بچه‌م 4 سال وقتش گذاشت که یه کاری بشه واسه خودش، شد وانتی. به مهندس کشاورزی کسی کار نمیده. بازم خدا رو شکر، از بیکاری که بهتره. خدا باباشو بیامرزه که این وانتو واسش گذاشت، ولی معلوم نبود چی کاری میخواست بشه. انشالله همه چیز درست میشه. انشالله. بفرمایید، بفرمایید، میل کنید.
سلام. سلام آقا. دربست میری؟ کجا؟ میخوام برم بیمارستان. بیمارستان؟ کدوم بیمارستان؟ والا من خودم بلد نیستم، این آدرسشو اینجا نوشته. بفهم یه بالا. ای خدا، بازم شکرت. چی آقا، خیلی پکری؟ نباشم آقا. کشتیان غرق شده؟ کاش کشتیان غرق میشد. مثل اینکه وضعیت خیلی خراب آقا. کمک کرد دستان برمیاد وسط انجام بدن؟ چی بگم؟ بعد کلی دوا درمون خدا با ما بچه ده. اما پیش گفتن که زنت نمیتونه تو شهرستان زایمان کنه، باید بری تهران. من اومدم تهران. درست پیش زنم زایمان کرد. امروز بهم خبر دادن، گفتم بچه‌ت مرده. مشکل داشت. حالا میرم بیمارستان زنم بردارم برگردم ده. ناراحت نباش آقا، حتمی قسمتی بوده. حالا چرا انقدر زود میخوای زنت از بیمارستان مرخص کنی؟ از خدا بنونی، از شما چه بنون؟ خرج بیمارستان بالاست. منم گفتم با این پولی که واسم مونده یه ماشین بگیرم برگردم برم ده. اتوبوس خیلی سخت. دهتون کجاست؟ نزدیکای کاشونه، یه 3-4 ساعت راه. کی میخوای برگردی؟ همین که برسم ورش میدارم میبرم. راستی نمیدونی تا اونجا کریش چنده؟ اصلا خودت ما رو میبری؟ کریش هم میدیم. آقا دست در نکنه، زحمت کشیده. خواهش میکنم آقا، این چه حرفی میزنی؟ یه کاری کن ساکت بدونم تا در رو قفل میکنم، تو رو کار تحقیص. من در رو قفل کردم. خیلی خوب، بس اینو بده بریم. زحمت میشه. نه بابا، بیا بریم، بیا بریم. میگم یه کاری کنیم، تو خانمتو ترخیص میکنی، من برم یه زنگ به مادرم بزنم بگم نهار آماده کنه بریم نهار بخوریم، خوبه؟ باشه، پس من برم تا این پرستاری برگشتو بگیرم. باشه، برو. سلام خانم، خسته نباشید. سلام، متشکرم. ببخشید این آقایی که برای ترخیص خانومشون اومده بود اینجا، کارش تموم نشده هنوز؟ کدوم آقا؟ همین که خانم زایمان کرده از روستا اومده. تو این چند روز پذیرش شهرستانی نداشتیم. این آقایی هم که میگین من اصلا ندیدم. خیلی ممنون. خواهش میکنم.
سلام. سلام مادر. ببخشید حواسم نبود. کجا بودی؟ دلم هزار رو رفت. چرا نهار نیومدی؟ گفتم حتما یه باری بهت خورده و رفتی گیرنده در محل نبوده. نه. صدای ماشینت نیومد. مگه با ماشین نیومدی؟ نه. چرا؟ اون کسی که قرار بود برای نهار بیاد اینجا دزدیدش. فدای لب تشنت یا حسین. الهی به حق این عزای حسین ماشینت پیدا شه مادر. ایشالله ایشالله. شما خودتو ناراحت نکن، بدای سرت. بابات خدا بیامرز با پول حلال این ماشین رو خرید. مطمئن باش پیدا میشه. تو چرا خام شدی؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. فعلا که به نیروی انتظامی خبر دادم تا ببینیم چی میشه. من برم. کجا؟ برم بخوابم. شما فکرشو نکن. اگه کارم داشتی صدا میکن. باشی مادر. شبت بخیر. شب شما بخیر.
کیه؟ سلام. سلام. حالت خوبه؟ بد نیستم. کیه بابا؟ آقا نعمت و آقا جون. سلام آجاقا. علیکه سلام آقا نعمت. پارسال دوست، امسال آشنا. چه عجب. بالاخره یادت اومد که روی یه نفر اسم گذاشتی و یه زن عقدی تو خونه مردم داری. حتما بازم اومدی بهونه بیاری و بگی من این کارو کردم و صاحب کارم فلان کارو کرد. ببین نعمت، ما تو ده آبرو داریم. دیگه بس هرچی صبر کردیم. تو اگه جربوزشو داشتی و میخواستی تا الان زنتو برده بودی. برو بابا جون، برو. ما عطای این ازدواجو به لقاش بخشیدیم. حاجی، این دفعه فرق میکنه. این دفعه هم مثل دفعه های قبل. همش همینو میگی. الان 2 ساله که اینو میگی. باور کن این دفعه فرق میکنه. یه کار درست حسابی پیدا کردم. اگه باور نمیکنی اینم نشونش. خب با پولش اینو گرفتم. این چه کاریه که به این زودی تونستی با پولش ماشین بخری؟ من رفتم توی شرکت. صبح اونجام، عصرام با ماشین کار میکنم، قسطشو میدم. آجی، اگه شما اجازه بدین امشب خدمتتون برسیم که کارو تموم کنیم. الان که محرمه، امشب یا هیئت؟ چشم، هرچی شما بگی. فعلا با اجازت، خداحافظ. میگم همینطور که نمیتونی بشینی یا دست رو دست بذاری یا منتظر بمونی، بالاخره باید یه کاری بکنی. راستش حاج آقا، از شما چه پنهون؟ از موقع که ماشینم رو دزدیدن کارم شده این. از صبح تا ظهر میرم دنبال کار میگردم، از ظهر تا عصر میرم کلانتری سراغ ماشین، از عصرم تا شب دوباره میرم دنبال کار میگردم. دلم خوش بود این همه سال زحمت کشیدیم، درس خوندیم، شدی مهندس کشاورزی. نه آخر اوقاتش. ببینم با این بنده خدا حرفی نزدی؟ آدرسی، نشونی، چیزی ازش نداری؟ آدرس که ندارم حاجی، ولی توی ساکی یه تیک کاغذ بده کردم. آدرس یه تعویض روغنیه توی دهی نزدیک کاشون. نمیدونم جریانش چیه. خب پس چرا معطلی؟ خب برو دنبالش. حاج آقا شما فکر میکنین که این دوزده اینقدر احمقی که اومده آدرس خونه و زندگی و دهشو نوشته گذاشته تو ساکش با خودش راه میبره؟ ببینم احمد آقا، مگه تو نگفتی اون ساکو به تو نداده تو ازش گرفتی؟ خب چرا؟ خدا رو چه دیدی؟ شاید اون آدرس آدرس ده خودشون باشه. من میگم سنگ مفت گنجیشکم مفت. یه روزم به جای اینکه بلنشی بری کلانتری، بلنشی برو اونجا. چیزی که از دست نمیدی. تازه یه مسافرت اجباری هم میری. نمیدونم آجی، شایدم نمیدونم، شایدم حق با شما باشه. باشه باشه، بلن بریم. دست شما درد نکنه. خدا خیرت بده بابا.
مگه خرج تعمیرش چقدر میشه؟ صحبت خرج نیست حاجی، حرف اینه که تعمیرگاه گفته باید تعمیر اساسی بشه، به خاطر همین لااقل باید ماشین یه هفته تو تعمیرگاه باشه. یعنی یه وانت سالم تو این ده گیر نمیاد که برای این ده شب ازش استفاده کنی؟ هست تاج آقا، بلی اونهای که از جون دل وسیلاشون رو میارن خرابه. ماشین پسر حاج ولی هست، ولی تا روشن میکنی از دودش جمعیت فرار میکنن. وانت مرغداری چی؟ مال حاج ایوب. ماشین اونم مثل ماشین پسر حاج ولیه، با صد من گلابم بشوریه بازم بوی مرغ میده. سلام. سلام سلام. علیکم سلام. بیا بشین پسرم، بیا. یالله. ببینم نعمت، تا کی اینجا میمونی؟ فعلا که هستم آجی. نه میخوام ببینم تا آخر دهه هستی یا نه. بله. ماشینت هم که سالمه. بله. چطور مگه؟ خب فکر کنم مشکل حل شد، امسال از ماشین آقا نعمت استفاده میکنیم. ببین نعمت جان، فردا شب بعد از نماز مغرب عشا ماشین رو بیار تا روش پارچه سیاه بزنیم و بلنگو وصل کنیم برای وسط دسته. با ماشین که نمیشه. منظورش اینه که برق ماشین جوابگوی بلنگو و نور افکن نیست. میدونم، ولی با دو سه تا باتری و یه ترانس مشکل بلنگو حله. حالا به جای نور افکن هم از چراغای خود ماشین استفاده میکنیم. کاچی بس هیچ. بله بله. خیلی خوب، الحمدلله مشکل حل شد. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا سلام. سلام، اینجا چی کار میکنی؟ میخوام با حرف بزنم. خب بگو. کجا داری میری؟ خونه. بیاریم تو رابط میگم. زهرا، ما باید زودتر برگرم شهر. چیه؟ باز دوباره شروع کردی؟ نه بابا، آخه باید با این ماشین کار کنم قسطشو بدم یا نه؟ خب حالا یه چند روز دیگه برو، حالا که آقا جون خلقش عوض شده تو داری بهونه میگیری. بهونه نمیگیرم که، میگم آخه شاید با این کار این ماشینه طوریش بشه. نعمت لب تر کنی، آقا جون همه چیو به هم ریخته ها، اینقدر دروغ به هم نباف. به امام حسین من دروغ نمیگم. الکی قسم امام حسین نخور، تو که حاضر نیستی به خاطر ازش ماشینتو چند روز بدی، چه جوری روت میشه قسمشو بخوری ها؟ من نوکر امام حسینم هستم، اما اینی که اما نداره، همه حرفات یه جوریه. حالا هم که تونستی با این ماشین رابطه تو باش خوب کنی، داری خودت دست دست میکنی. شایدم خیلی خوب باش قبول ده. ولی یادت باشه هیچی نشده، من هرچی میگم تو داری حرف خودتو میزنی. دیدی ننه، از همون چیزی که بدت میومد سر پسرت دزدی. اصلا نفهمیدم چی شد این کارو کرد، همش تقصیر حاجی صادق دیگه. ای داره به من فشار میاره، میگه بی تکلیف زهرا روشن. این آخری هم به من مهلت داد، گفت اگه تو محرم نری تکلیفشو روشن نکنی منم عقدو به هم بزنم. خب حق داره دیگه، الان دو ساله که ای دارم امروز فردا میکنم. خب چی کار کنم؟ تو شهر که کار درستابی پیدا نمیشه، اینجا هم که کار رو باور که من نمیخواستم دزدی کنم، فقط میخواستم ماشین رو بیارم اینجا نشون حاج صادق بدم، بعدش هم ببرم شهر تحویل صاحبش بدم. از بخت بعد ما زد و وانت هیئت خراب شد، منم اینجا موندگار شد. نه خدا من دزد نیست، ازم راضی باش دیگه. دعا کن برو نره، خیلی میترسم، خیلی میترسم. سلام آقا جون. علیکم السلام بابا.
قصه نباشی بابا. مونده نباشی بابا. قصه بانکو دادی؟ امسال که آب خوب بود. شکر. به اندازه آبی که داشتیم کاشتیم. خدا رو شکر. اما انگاری وضع تو خوب شده ها. ای بابا کدوم وضع؟ چرا ناشکری میکنی؟ الحمدلله کار که داری. خدا رو شکر وضعت اینقدر خوبه که تونستی ماشینم بخری. خرخره به خاطر این چاه ویل بدهکار کریم روغنی هستم. خدا رو شکر میکنم کار و ماشین براش جور شده، بازم داره ناشکری میکنه. هی هی خسته نباشید آقا. بفرمایید. سلام علیکم آقا. این روستای جزه کجاست؟ جزه 45 کیلومتر فاصله داره. خب اون وقت چطوری باید برم اونجا؟ امروز که ماشین نیست. خب کی باید برم؟ فردا صبح باید برید سر جاده وایسید با ماشین‌های عبوری برید. این طرفا مسافرخونه چی نیستش؟ مسافرخونه هم دو تا خیابون پایتر نبش چهار را. خیلی ممنونم. قربان شما. خداحافظ. نعمت چرا اینجا وایسادی؟ همینجوری. چطور نرفتی تو؟ حوصله نداشته. باشه من دارم میرم تو، کاری نداری؟ نه. خداحافظ. زهرا چیه؟ چیزی میخواستی بگی؟ میخواستم بگم من این هیچ. باشه کاری نداری. خداحافظ. خداحافظ.
الو بفرمایید. الو احمد جان. سلام مادر. سلام پسرم، حالت چطوره؟ چرا من زنگ نزدی؟ ببخشید مادر، فراموش کردم، یادم نبود که موبایل همراهمه. نگرانت شدم، زنگ زدم به حاج ناصر، گفت موبایلشو داده به تو، شمارش ازش گرفتم. حالا چی کار میکنی؟ کی رسیدی؟ ماشینو گرفتی؟ فعلا که تو شهرم، میخوام برم ده ببینم چه خبره. انشالله که پیدا میشه، من نظر امام حسین کردم مادر. انشالله. شما خودت چطوری مادر؟ خوبم. غذا خوردی؟ آره غذا خوردم، شما نگران نباش. قربونت برم، یه وقت با این دوزا درگیر نشی و حتما به پلیس خبر بده. باشه مادر، خیالت راحت بشه. دیگه سفارشت نکنم عزیزم، مواظب خودت باش، به منم زنگ بزن خبر بده. خب کاری نداری؟ چیزی نمیخوای؟ نه. شما چطور؟ نه مادر جو، خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم، حالت خوبه؟ سلام. کلاس چندومی؟ اول راهنمایی. یه سوال داشتم ازت، این روزا تو دهتون کسی نرفته شهر زایمان کنه؟ چه کار داری؟ هیچی، همینجوری پرسیدم. ببینم، شما مامور بیمه هستی؟ چطور مگه؟ اگه مامور بیمه هستید میگم. خب فرض کن که هستم. بله میدونم کی رفته شهر زایمان. کی رفته؟ مادرم. مادر من رفته شهر، یه خواهر کوچولو برام آورده. خب چیه مگه؟ هیچی، مبارک بشه. ببینم دفترچه بیمه شو کی میاری؟ دفترچه بیمه؟ خب میارن برات. یه سوال دیگه دارم ازت. بفرمایید. این روزا تو دهتون کسی یه وانت آبی نخریده بیا تو ده به چرخه، تو ندیدی؟ اوستان بلده، فردا میاد، برو فردا بیا. باش، خیلی ممنون، خداحافظ. آقا جون خودت یک کاری بکن. سلام آقا. سلام آقا. یکم جلوتر یه تصادفی شده، احتیاج به کمک شما دارم. آقا، آقا با شما هستم، چیزی شده؟ آقا. نه آقا، بفرمایید. گفتم یکم جلوتر تصادفی شده، احتیاج به کمک شما داریم، از همنمای خودتون هم هست. آخه دردسر که نداره. دردسر که نداره، کسی که خلاف میکنه میترسه. در ضمن ما یکی از بچهای خودمون همراهیتون میکنیم که دراتون مشکل نداشته باشه. خب من باید چیکار کنم؟
لطف کنید ماشینتون رو یکم بیارید جلوتر بذارید. چشم. ممنون. دستمون رو از زیر پات بده. بفرمید. الو بفرمید. الو سلام جناب کارآگاه، چطوری؟ به به حاجی، حال شما چطوره؟ شکر. چه کار میکنی؟ هیچی آجا. یعنی چی هیچی؟ مگه پیگیر آدرس نشدی؟ چرا حاجی، ولی فایده نداره که، من که نمیشناسمش. تنها نشونی که ازش دارم هم قضیه بیمارستانه که اونم احتمال 100% دروغه. تازه اگه همون آدرسی که تو کاغذ باشه درست باشه، بازم من نمیشناسمش، یا با خودش ببینم یا ماشین. میگم اگه اون تعویض روغنی با اون نشونی اونجا باشه، یا خودش اونجا پیدا میکنی یا یه ردی ازش به دست میاری، چون احتمالش خیلی ضعیفه که یه کسی یه نشونی علکی رو روی کاغذ بنویسه، بعد اون نشونی درست توی همون روستا نزدیک اون شهر در بیاد. فقط همتتو بیشتر کن، دقتتم بیشتر کن، حتما پیداش میکنی. در ضمن یه سر دیگه به اون تعویض روغنی بزن. چشم آقا، توکل به خودم. منو تو جریان کارات بذار. چیزی نمیخوای؟ پرمول داری؟ اگه کاری هم اینجا داری بگو برات انجام بدم. خیلی ممنون حاجی، فقط یه زحمتی دارم براتون. محبت کنی یه زنگ به مادرم بزنی بگی من حالم خوبه. یه وقت خدا نکنه نگران نباشه. چرا خودت زنگ نمیزنی؟ مگه موبایل نداری؟ خب آخه این موبایل شما ساجی. حرفا چیه میزنی پسر؟ من این موبایل رو دادم برای همین کارا. خیلی ممنون حاجی، هم بابت موبایلتون، هم بابت راهنمایی، بابت همه چی ممنونم. بس کن جوان، کاری نداری؟ نه خیلی ممنون، خداحافظ. خداحافظ. آهای!
حاج صادق سلام، بیا به چای بدم، بیا. سلام عمو. سلام علیکم. سلام علیکم. آخی بیا یه چای بخور تا خستگیت برطرف بشه. دستت درد نکنه عمو. چه حال چه خبر؟ ای شکر خدا میگذره. هیچ. شما چه خبر؟ هیچی. سلامتی شما. دیگه باید یواش یواش دست به کار بشیم. برای چی عمو؟ ای بابا برای نعمت و زهرا دیگه. آه الان که محرمه، بعدش هم سفر ماست، حالا تا بعد ببینیم خدا چی میخواد. منم همون موقع رو میگم. ببینم عمو، تو میدونی نعمت تو شهر چی کار میکنه؟ نه والا من سر در نمیارم، ولی کارش باید خوب باشه، آخه ماشینم خریده. پس شما هم نمیدونی؟ نه. خیلی خوب امو، کاری نداری؟ کجا؟ بشین یه چای دیگه واسات بریزم. دستت درد نکنه، کار دارم، باید برم امو. خداحافظ. خداحافظ. سلام آقا جون. سلام بابا جون. خسته نباشی. سلامت باشی. چطوری بابا؟ ممنون. کجا بودی آقا جون؟ رفتم باغ. یه سری هم به عمو قربون زدم. ببینم بابا، نعمت به تو نگفته کارش چیه؟ ماشینو از کجا آورده؟ والا آقا جون به من چیزی نگفت، منم چیزی ازش نپرسیدم. طوری شده؟ نه. اگه کاری نداری یه سر برو بهش بگو بیاد اینجا کارش دارم. خیره ایشالله. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. خیلی ممنون. ببخشید شما اینجا آقا نوید میشناسین؟ هم ولایتیتونه. آقا نوید چه کار است؟ راستش بخواین توی شهر کار میکنه. آقا نوید؟ نه پس آقا نعمت شده آقا نوید. ببین آقا جون، ما آقا نوید نداریم، ولی یه نعمت داریم که وانت آبی خریده. شاید همونو میگی؟ بله بله خودشه خودشه. خب چیکارش داری؟ این کارت ماشینش پیش من جا مونده، اومدم کارت ماشینش بهش بدم. والا تعجبم، این پدر و پسر چند سالی که کاسبیشون سکه نداره. نعمت به خاطر همین عروسیشو 2 سال عقب انداخته. من از پدرش کلی پول طلبکارم. حیف این دختر که میخواد بره خونه اینا. ببینم عجله داری؟ نه عجله ندارم. خیلی ممنون. بشین لباسم عوض کنم با هم میریم. بشین. سلام. سلام. این طرفا؟ بیا بریم بابام کارت داره. بابات؟ چیکار داره؟ نمیدونم. بریم.
پس چی شد؟ چرا نمیاد تو؟ رفته؟ رفته؟ یعنی چی؟ نمیدونم آقا جون، تا دم در با هم بودیم، اما الان رفتم دیدم نیست، رفته. نه، مثل که این پسر یه جایی کارش میلنگ. همینه. مطمئنی همینه؟ آره. امری باشه در خدمتی. خیلی ممنون. زحمت کشیده. ممنونم شما. خیلی ممنون. زحمت کشیده. کارداشی مغازه در خدمت. خواهش میکنم. بله. سلام علیکم. سلام. ببخشید آقا نعمت هستن؟ نه، ولی خب هر جا بشه شب میره هیئت. خیلی ممنون. ولی خب پرجابش شد میره، ولی خب پرجابش شد میره. آقای راننده، محبت میکنی سر جاده نگه دارین؟ خیلی ممنون. زیاد برداری تو هم دیگه شروعشو در آورده دیگه. سلام. سلام اکرم. میای بریم خونه؟ نه، باید برم خونه. خب پس من رفتم، تو نمیای؟ نه، برو مواظب خودت باش. فعلا خدافظ. خدافظ. میخوای چیکار کنی؟ سلام آجاقا. سلام آقا جون. علیکم سلام. ببینم
تو بعد از ظهر کجا یه دفعه غیبت زد؟ هیچ جا آقا. یعنی چی هیچ جا؟ تا پشت در با زهرا اومدی و یه دفعه رفتی؟ من رفتم که برای ماشین بنزین بزنم، بنزین نداشت، گفتم که شب بدون بنزین نمونیم. خب نمیتونستی اینو بگی و بعدم بری؟ حتما بعد با این عجله میرفتی؟ خب اگه یه ذره دیرتر میرفتی چی میشد؟ بله، هرچی شما بگین. تو بالاخره آدرس محل کارتو تو شهر نگفتی، اصلا نگفتی کارت چیه. شاید ما جلو دوست آشنا بخواییم قیافه بگیریم، بگیم دومادمون فلانجا کار میکنه. حتما کار خوبیه که تونستی باش ماشین بخری. حالا بگو ببینم آدرسو. یه جور کار پستیه حاج آقا. حاج صادق یه لحظه بیا اینجا بی نوه خوبه بره امشب. اومدم. حرکت کن. چطور بود؟ خوب بود. خوب بود. نازش رو قبول
نشسته میخواد بره شهر، ماشینم که نمیاد، سواب ببر برسونش. آقای نعمت فهمیدی چی گفتم؟ چته؟ نعمت حواست کجاست؟ بله چی؟ گفتم اون بنده خدا رو ببر برسون شهر، سواب داره. چی؟ برسونم شهر؟ آره بابا جان، حواستو جمع کن. چشم. نذر کردم اگه ماشین پیدا بشه ده شب محرم ماشین در اختیار هیئت باشه. آبرومو بردی. کار شریفی که میگفتی این دزدی. دست مریضان. مگه من از تو چی خواسته؟ Thank you.
خب داشتید میگفتید. والا جناب سروان از دیشب که رفته شهرون پسره رو برسونه دیگه بر نگشت. خیلی نگرانشی. کدوم پسره؟ نمیدونم. یه مسافری بود تو ده، شب رسیده بود. ماشینم که نبود. با ماشین نعمت فرستادیمش. خب شماره پلاک ماشین. اما قربون شماره پلاک ماشین نعمت رو داری؟ من که سواد ندارم. ببینم با شماها چه نسبتی داره. پسر ایشونه جناب سروان. قرار دوماد ما هم بشه. نگران نباشید. انشالله پیدام شه. سرکار استوار. آهای بس ببینم کجا داری میری؟ با تو هم کجا میری؟ مگه ماشین تو نمیخوای؟ برده برو دیگه. ای چه جالب خیلی پررویی. باز خوب حداقل خجالت میکشی. ببین من فقط از تو یه سوال دارم. اینو جواب خوبیم؟ ها؟ چرا ساکتی؟ بگو دیگه. زنم زایمان کرده پول ندارم بدبختم بعد برم ده بگو. خیلی بی وجدانی. هرچی بگی حق داری ولی مجبور بودم. مجبور بودی؟ آقا مجبور بوده دزدی کنه. همین امثال مثل تو هم که باعث میشه آدم به هیچ کی اعتماد نکنه. بسه دیگه یه جوری حرف میزنی انگار من چه؟ بد بده کار شدم؟ ها؟ برو بشین تو ماشین بعد بریم پاسکا تحویلت بدم. درست نیداری اینجوری قضاوت میکنی. بزن من هم حرفمو بزنم. باز میخوای دروغ سرم کنی دیگه ها؟ حرفاتو تو پاسکا بزن. برو بشین. هرچی بگی حق داری. ولی حرف منم گوش کن. بعدش باید میام منو تحویل بدی. حقته. بگو. پنج سال پیش دیپلم گرفتم. بعدش رفتم سربازی. خیلی وقت بود زهرا رو میخواست. بابام گفت اول باید بری خدمت. اما مادرم که آرزوی عروسیمو داشت رفت خواستگاری. نامزد شد. قرار شد بعد سربازیم عروسی کنیم. اما سربازیم که تموم شد عمر مادرم هم تموم شد. آرزو به دل مرد. قرار شد برای عروسی تا سال مادرم سر کنم. منم تو این یه سال بگرم یه کار خوب پیدا کنم. کشاورزی تو زمین بابام تو ده دیگه رونق نداشت. منم اومدم شهر تا یه کاری پیدا کنم. یه سال شد هیچ کاری پیدا نکردم. خب یه دیپلم کار نمیدن که. فقط همین کارهای به درد نخور موقتی. 6 ماه دیگه شد. بازم هیچ. همین جوری مهلت خواستم اما بازم نشد. دوده هم اگه دختر عقد کرده زیاد خونه باباش بمونه واسهش حرف در میاره. آی صادق بنده خدا هم دیگه نمیتونست جواب مردم رو دهو بده. به من فشار رو گفت یا تکلیف زهره رو یه سره کن یا طلاق. اون روزی هم که تو شهر دیدمت واسم پیغام فرستاده بود. گفته بود تا محرم باید کار رو یه سره کن. خیلی اعصابم خورد بود. دیگه نمیدونستم باید چیکار کنم.
نشسته بودم تو پارک داشتم روزنامه ورق می‌زدم، شاید یه کاری گیرم بیاد. تو صفحه حوادثش خوندم یه نفر چجوری ماشین دزدید. شیطون رفت تو جلد. خودم گفتم یه ماشین می‌دزدم، میارم نشون حاج صادق مینوازش مهلت می‌گیرم، برمیگردونم میدم تحویل صاحبش. بقیه‌اش هم خودت می‌دونی. خدا من نمی‌خواستم ماشین بدزدم. فقط می‌خواستم ماشین رو بیارم اینجا نشون بدم برگردونم. هم انگار همه چی دست به دست هم دیگه داده بود این ماشین بره تو عزای ماموس. خب یعنی تو تا الان نتونستی کار پیدا کنی؟ خودت برای چی با ماشین کار میکنی؟ من حداقل کسی رو اسیر خودم نکردم. عقل داری؟ حتما تا الان اسیر کسی نشد. ولی تمام اینا دلیل نمیشه که تو دزدی کنی. حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم، نمیدونم. اگه بفهمم خودم به درک، آبرو بابام میره. زهرا هم اگه دق نکنه خیلی خوبه. خلاصه این که آبرو هر دوتا خانواده میره. امیدوارم این دفعه راست گفته باشی. آخرش همینی بود که بهت گفتم. من باید برم. الو، الو، سلام حاجی، منم احمد. سلام، کجایی؟ چرا در رو باز نمی کنی؟ چیه؟ چیکار داری؟ یعنی چی؟ چت شده؟ چرا اینطوری حرف میزنی؟ هیچی، میگم چیکار داری؟ دوستت اومده ماشین آورده، بابام گفت که بیای زودتر ماشین آماده کنی برای هیئت. عباس، حسین آقا، بحکم ببند. خدا خیرتون بده.
آقا نعمت شرمنده یکم دیر شده با کارم تو شهر طول کشید باشی ببخشید. ببینم آقا نعمت، شما چرا پریشب نگفتی این آقا دوستته؟ ما باید از کریم روغنی بشنوی این کارا چیه؟ والا حاج آقا راستی شام دیشب خیلی خوشمزه بود. آشپز شما بودین؟ نوش جهانه، چه فرق میکنه آشپز کی باشه؟ غذای امام حسین همیشه خوشمزه است. خب بله. خب اجازه میفرمایید ما میذاره کمکتون کنیم تو این ثواب شریک بشیم. شما هم به کارتون برسین. یا علی بفرمایید. آقا خیرتون بده. بیا کمک کن پارچه رو بزنیم. بفرمایید. اومدی اینجا که چی؟ هیچی کارتو بکن. اومدی اذیت هم کنی، اومدی آبروم ببری. اگه میخواستم آبرو تو برای اینجا نبودم. بعدشم مگه نگفتی همه چی مهیاس و ماشین تو عزاداری باشه؟ منم به خاطر هیئت اومدم، به خاطر اینکه کسی بهش شک نکنه. گفتم من دوستتم، از تهران اومدم، کارت ماشین پیش من جا مونده بود، اومدم بهت بدم، خرابش نکن. حالا میخوای چیکار کنی؟ فعلا که اینجام تا کارتون رو بیاد. یعنی تا آخرش هستی؟ تا هر موقعی که کارتون با ماشین تموم شه. مگه تو کار نداری؟ کار هیئت از همه چی واجب داره. فعلا که قسمت اینی که ماشینم سیاه‌پوش بشه. خیلی خوب، بریم منو برسون شهر. کجا میخوایی بریم؟ مسافر خونه. چرا نمی خونه ما؟ نه دیگه فرقی نمی کنه، به هر حال اول آخرش میخوام فردا دوباره برگردم دیگه، بهتره که بریم. فرق میکنه؟ خونه ارث پدرمه، پدر بزرگ من دوز نبود، خادم امام حسین بود. میخوای شیطنت های منو تلافی کنی؟ بریم. باشه بریم. الو بفرمایید. سلام مادر. تویی؟
کجایی؟ من الان تو روستا. حالت خوبه؟ حالم خوبه. قرار بود ماشینو بگیری بیای. چشم، چند روز دیگه میام. آخه من نصب کردم ماشین پیدا بشه ببری بذاری در اختیار هیئت. خب الانم دارم نزد شما رو ادا میکنم مادر. یعنی چی؟ یعنی اینکه ماشین الانم اینجا در اختیار هیئت. خیالت راحت راحت بشه. کدوم هیئت؟ قصهش خیلی مفصله. وقتی برگشتم کاملا براتون توضیح میدم. باشه مادر، فقط مواظب خودت باش. چشم مادر، خیالتون راحت باشه. خداحافظ. به سلامت، مواظب خودت باش. خب احمد آقا، با این چیزی که دیدی باورت شد ما دزد نیستیم؟ مثل اینکه تو دست بردار نیستی نه؟ باشو باشو رسم روستا مهمون نوازی بشه بیار برده ما رو ببر تو روستا یه دوری بزنیم کش کارتون رو ببینیم. ناسلامتی ما مهندس کشاورزی ما. راست میگی؟ بله. سلام. سلام خانم. شما که همه این دو دنبال من گشتی احمد آقا. اون مسئلهش فرق میکنه. الان دوست دارم بریم تو این باغا و مزاره دوری بزنیم یه هوای عوض کنیم. همین. باشه ولی ما کشاورزی خوبی نداریم ها. چرا؟ به خاطر آب. کم آبی داریم. خب بهتره دوزدم تهرانه. بهتر نی؟ باشه. بریم. بریم شاید شما تونستی واسه این کشاورزی ما یه کاری بکنی. بریم آقا. از همینجا تا بیخ اون دیوارا. خب اونا زمینای ما. اونورم چای آبش. خیلی هم کم آب. اینورم چای کریم روغنیه. اونم زمیناش. اون چهار دیواری می‌بینی اونجا؟ اونجا چایش. چایش اول خیلی کم آب بود. ولی شانسش گفت دیگه یک کم که رفت پایین خورد به 3 اینچ آب داره. خب بعدش هم آب چای شما کم 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 شد. آره؟ نمیدونم ولی برای لایروبی چاه که خورد خورد به بابام خیلی پول قرض داد. زمینتون چند هکتاره؟ هولوش 20 هکتار. 20 هکتار. خب فقط چرا همیت کار کاشین؟ اول اینکه کشاورزی اصلا صرف نداره. دوم هم چای ما اصلا آب خوبی نداره. سوم اگر آبش هم خوب بود من پدرم دستانم که نمیتونه این همه رو بکاره. اولا که صرف داره. دوم هم چرا از روش قطره استفاده نمی کنی؟ سوم هم شما اینجا رو دارین و خودتون آویزون رو شهر میکنی؟ اگه آب ندینه پس چطور اینا رو کاشین؟ چی میکارید؟ گندم، جو، پنبه، سیب زمینی، هر چی بیشتر بخر. ببینم تا حالا کسی بهتون نگفته که خاکتون احتیاج به کود و فسفات نداره؟ نمیدونم چه سوالایی میکنی مهندس؟ نعمت بیاین چای بخوریم بابا. بله بله مهندس بریم چای. بفرمید. بفرمید. چای خدمت. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. اینم قند. خیلی ممنون آجی. به اون چیزایی که گفتم خوب فکر کن. اگه درست بهشون عمل کنی هم میتونی بدهی های پدرتو بدی هم میتونی واسه سودآور بشی.
من که حرفی ندارم، چی از این بهتر؟ حالا مطمئنی که اشکال از چای مزرعه است؟ آره مطمئنم. ولی کاش میشد اینجا میموندی. من که سنمی ندارم اینجا. تو اینجا خونه داری، کار داری، زمین داری، کشاورزی داری، پدر داری، همسر داری، تازه ماشینم داری. من که کار ندارم اینجا بمونم. راستی ماشینو کی میای ببری؟ آخه این ماشین سختته. نگران نباش، فعلا یه کاری هست، احتیاج به ماشین ندارم. هر موقع کارت با ماشین تموم شد با هم تماس بگیر. باش، خداحافظ. خداحافظ. پس ماشین رو از دستش گرفتی، دوباره دستش دیدی، آره؟ راستش حاجی میگه شیطون رفته تو جلده. من هم میگم اگه ماشینم سیاپوش و تو هیئت دست اوناست، حتما حکمتی توش، هیچیش دست من نیست. پس به مادرت چی میگی؟ اونو دیگه شما باید زحمتش میکشی، من حرف ندارم بگم. خیلی خوبه، خودت میبری، حالا میفرمایی بنده بدوزم، آره؟ نه حاجی، دست قیچی من احمد کنتر از این حرف هست. احساس میکنم یکی دیگه بریده. خب قضیه شکایت ماشین رو چیکار کردی؟ حل شد؟ رفتم کلانتری اطلاع دادم ماشین پیدا شده. خیر انشالله یا علی. بفرمید بفرمید. قربان شما بفرمید. کی جرأت داره بگه نه؟ اگه افتخار بدید ملتزم به رکاب بشینیم، به اتفاق بریم، خوشحال میشم جانم. والا هر جور سلام میدونید. آها بله بله بسیار خوب. قربان شما. خداحافظ. خداحافظ شما. باز کنین. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما؟ حال شما. خسته نباشید. حاج صادق هست؟ بله. ببخشید. یا الله. تشریف بیارید. بفرمایید. یا الله. یا الله. حاج صادق خوندی؟ دیدی؟ مال 4 سال پیشه. بهم حق بده. میگم پولمو میخوام. گفتم که حالا وضع پسرت خوب شده، ماشین خریده. نمیگم ماشینشو بفروشه. باید پولمو بده یا نه؟ نمیخواد. به اندازه پولم و خواب پولم از زمینای بغل زمینم بهم بده. شنیدم یه صحبت دیگه هم کرده بودی. حرف مردمه یا خودت؟
گناه که نکردیم زن مرده شدیم، خلاف شرم نخواستیم. گفتم طلبم شیبه هاش، جهازم خودم میخرم. میدونی چی گفت؟ میگه تو جای پدرشی، دختر تو عروس مشقربونه، شما با هم فامیلین، بعدن از من گله نکنی ها، خود دانی. لا اله الا الله. بله، با کسی کار داشتین؟ ببخشید آقای قربان رضایی، بله؟ بله، سلام علیکم. سلام. شما تقاضای کارشناسی برای چاه و آب و همچنین بازدید از محل چاه همسایتون آقای کریم شکری رو کردین. شکایتم کردین دیگه. بله. اول باید برادریتون رو ثابت کنید، بعدم از طریق شکایت تقاضای خسارت کنید. به هر حال پدر جان، ما الان میریم برای بازدید از چاه همسایتون تا برامون محرز بشه که آیا چاه ایشون باعث کمابی چاه شما شده یا نه. نتیجه هم گید از اداره بگیرید. فعلا خداحافظ. خداحافظ. رفتی و گفتی که بیان چاها رو ببینن. باشه، دیگه شکایت کردنت چی بود؟ اگه معلوم بشه که بیابی چاه از چای کریم نیست، کلی مسخرمون میکنن. اگه بفهم ازش شکایت کردیم هیچی بهمون نمیذاره. تو نباید به حرف دوستت گوش میدادی. خدا به حق این ماه عزیز عاقبت منو به خیر کنه. بفرمایید. سلام عرض کنم. سلام. آقای کریم شکری؟ ام بفرمایید. با خبرید که درخواست کردن از چاه شما بازدید به عمل بیاد ها؟ چون بعد از حفر چاه شما، چاه آقای قربان رضایی کم‌آب شده. والا من یه چاه زدم دستی، قبلاً هم اجازه شو گرفتم. دیگه فکر میکنه حرفای مشخوربون اضافه است. در هر صورت چاه شما باید بازدید بشه. محمد آقا، اون چاه دستی رو بازدید کن که انبار نداشته باشه. راستی فاصله شو تا چاه مشقربون معین کن. البته شاید حرفشون زیاد بیراه نباشه، چون اگه شما به سمت زهکش چاه مشقربون انبار زده باشین وقت دچار مشکل میشین. ببینم شما اینجا چایی چیزی شیرینی ندارین؟ چرا؟ چایی، نوشابه، در خدمتی، بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. دیگه خاطرم جمع مهندس. شکر جان، خودم گزارش میکنم. برو به زندگیت برس. ای والله. خدافظ. خدافظ.
بی‌انصافی انبار زده تا یه متری بدنه چون وقت همین؟ خیلی خوب. باشه. محمد آقا بریم. سلام. سلام علیکم. احمد آقا هستن؟ سلام، حالا چطوره؟ مرسی. بیا تو. دست در نکن، من اومدم ماشینو بدم بره. در پیکرشو قفل کردی؟ بله قفل. بیا تو. دست در نکن. بابام دیگه سر زمین نمیره. کریم هم هر جا میشنه میگه میخوام بیچارهشون کنم. میخوام شکایت کنم. تو که میگی نتیجه کارشناسی هنوز معلوم نشده. حتما خودش مطمئنه که میخواد شکایت کنه. هیچ کاری نمیتونه بکنه. تقاضای کارشناسی که جرم نیست. بابام مونده با طلبش چیکار کنه؟ ببین من از دار دنیا یه مادر دارم. این خونه و اون ماشین. اگه میخوای ماشین رو... مادرت چرا از این ماسکا میزنه برای چی؟ ریهاش نارد. هوای تهران هم که میبینی چقدر کثیفه. حیف که من بعدش میاد. اگه روم میشد بهش میگفتم مادر یه چند روزی بیاریم ده پیش ما. اینجوری هم برای خودش خوبه هم برای اکرم ما. از تنهایی در میاد. حالا ماشین رو واسه چی آوردی؟ من اولا یه مدت میرم پیش حاج ناصر حسابدارشم. لنگ پول نیستم. نمیخواستم بیشتر از این شرمندت بشم. اونجا هم گفتم ماشین تعمیر میخواد. باید ببرمش تهرون. خب واسه چی حرفو زدی؟ من قرار نبود من بیام ماشین بیارم خودم. همین الانم که مادرتو جلو در دیدم خیلی خجالت کشیدم. خب همه چیزو به حاج صادق بگم. که چی بشه؟ که هیچی. فردا باباتو و خواهرتو بندازی تو دهن و حرفای کریم همین ها؟ این کار درست نیست. دیگه عقلم به جای قد نمیده. نمیدونم بعد چی کار کنم. خدا بری احمد آقا جانم چایی سرد نشی. اه حاجی شما چرا زحمت کشیدی؟ بفرم خودتون بخوریم. من نمیخواستم. بسم الله. دست شما درد نکنه. میگم احمد آقا من هم آشفته شدم. اگه فکر میکنی کاری از دست من برمیاد به هم بگو. راستش حاجی پسر خیلی ساده ایه. فکر کنم یه کار اساسی باید واسش بکنیم. وقتی از خونم رفت مادرم قلبش درد گرفت. نمیدونم چجوری بگم.
رفتی ده پیداش کنی که کت بسته بیاری و تحویل مامورش بدی. حالا خودمون شده مامور و کت دلتو بسته. میگه شیطون رفت و پوستم که رفتم سراغ ماشینت. اما یقین من اینه که شیطونم بدون اذن تو پوست هیچ کس نمیره احمد آقا. حالا این ماشین تو و نعمت رو به کدوم سمت میخواد ببره خدا عالمه. جناب سرور من شاکیم. من ادعای شرف دارم. به من تهمت زدن. بابا من طلبکارم. باید بدهی منو بدن. بیراه که نمیگم. شکایت رو امضا کن. مأمور که اومد میفرستم بره دنبال مشقربون. بعد میگم جماعت شما قضاوت کنین. ها؟ بالاخره جفت و جور میشه بهت میدن. این کارا چیه میکنی کریم؟ این کارا چیه؟ مگه خودت به دامادت نگفتی تا پول نیاره حق نداره دخترتو ببره؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. مشقربون. خوب گوش کن. گوشاتو باز کن. من زن نمیخوام. دخترتو نگه دار بلکه دکتر مهندس بگیره. من بوی روغن میدم. ببند اون دهنه تو. صدات ننداز تو گلود. به آباد بگو طلبشو بده. نمیخواد جاش زمین بده. بگیر حاجی. من که سواد ندارم. خودتون بنویسید و شاهد باشید تا من انگوش بزنم. داری چی کار میکنی بابا؟ بذار ببره. بهتر از اینه که از فردا ناموسمون تو دهن مردم بیفته. یا مکن با فیل با نان مشورت، یا بنا کن خانه ای فیل توش نمید. اون آقایی که به تو گفت برو تقاضای کارشناسی کن به منم یه چیزی گفت. تو برچی نرفتی جواب کارشناسی رو بگیری؟ خب حالا من جواب کارشناسی چی شد؟ سرکار داره میاد. دست نگه دارید آقا مهندس. شما چرا آقای مهندس؟ شما که از خودین، شما چرا اشکل میندازین؟ قابل شما رو نداره. اختیار داری آقا کریم. مشخورمون تشریف بیارین پاسکا. پاسکا چرا سرکار؟ من شکایت ندارم، رضایت میدم. رضایت میدین؟ شما متهم به عمیق کردن چای دستی حفر انباری که منتهی به کم شدن آب چای قربان رضایی و درخواست نزول از ایشون هستی و در آخر آقای کریم شکری پرداخت رشوه به کارمند دولت هستی. بفرمایید. رشوه؟ بفرمایید شروع نکنیم. بفرمایید. آقا من شکایت دارم. بفرمایید. آقا دست شما درد نکنه. به دادمون رسیدیم. بپر یه گوسفند بیا شب باید مهمون بدیم. بدو. گوسفند؟ تو چشم آقا. Thank you.
به به احمد آقا چطوری نعمت خان؟ خانم شاه خوش آمدید. خوب هستی؟ خوش آمدید. خوش آمدید. سلام. سلام آمده. سلام حاج خانم. سلام خانم. اکرم تویی؟ بله. استخاره کردم خوب آمد. کمکم کن پیاده شم مادر. خب بعدش حالا با سرکار صحبت کردم، اگه کریم شکری حاضر بشه از پولی که به مشقربون داده و مشقربون بابت هزینه چا مصرف کرده صرف نظر کنه، یه ندا به مشقربون بده که رضایت بده. به هر حال امر شما اطاعت شد آقای مهندس. راستی احمد جون، با آقا نعمت چجوری آشنا شدی؟ با آقا نعمت به وسیله ماشین. خودت که میگی وسیله است، کی جورش کرد؟ الان بهت میگم. این جورش کرد. دست درد نکن اکرم جان. چه زحمت کشیدیم. احتیاج این چیز قابل داری نیست. یا الله. خیلی خیلی خوش آمد. بفرم، تعارف نکن، تعارف نکن، بفرم. خیلی ممنون. احمد کو؟ احمد آقا داره دستاتشو میشوره، الان میادش اینجا. به زنت گفتم که خطا کردی. چه خطایی؟ منظورتون چیه؟ همون چیز دیگه، قضیه ماشی. نعمت، اگه میدونستم یه همچین آدم ضعیفی هستی هیچ وقت باهات ازدواج نمی کردم. این بود مردونگی و راز دارید؟ میگم زهرا جون، بالاخره نگفتی. چرا نعمت ناراحت شد؟ هیچی بابا، چیزی نیست. بله دیگه، اینجا فقط ما غریبه ایم. غریبا شدن خودی. نه به خدا، چرا اینطوری فکر میکنی؟ هیچی، همینطوری. آخه همه تون از یه چیزی خبر دارین جز من؟ اکرم ببین، نعمت نیست. چرا؟ خودشه. زهرا بودو برو دنبالش، فکر میکنم دیگه بسش باشه. بر در سه روز آینده بارش برف و باران و وزش باد پیش بینی کرد. کارشناس این سازمان و وضع هوای کشور در ساعت‌های آینده. بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی سه روز آینده نیمه جنوبی و اقصای مرکزی دست شما را خدا خیر. آقا ممنون. دست درد نکنه. بارش برف و باران و وزش باد در این مدت در این نواحی خواهد بود.
ببین بابا جان، من خوب متوجه نشدم، میشه بیشتر توضیح بدی؟ حتما آجی. ببین طرح ناظرین مزرعه به این صورته که اگه کشاورز یا کشاورزایی زمینای بالای 20 هکتار داشته باشن، اون وقت یه نفر مثل احمد آقا که تحصیلات کشاورزی داره رو معرفی بکنن، وزارت کشاورزی هم کمک میکنه تا یه کشاورزی اصولی و صنعتی رو اندازی بشه. چطوری؟ اینطوری که سال اول وزارت کشاورزی برای اون شخص حقوق پرداخت میکنه و به کمک کشاورز کار شروع میکنه، تا سالهای بعد که کشاورزی بهتر شد چند درصد از حقوق اون شخص رو کشاورز از محل کشت و کار پرداخت میکنه، الباقیش هم وزارت کشاورزی. این موضوع همینطور سالهای بعد ادامه پیدا میکنه تا یه کشاورزی خوب و صنعتی رو اندازی بشه. خب وزارت کشاورزی دیگه چه کمکایی میکنه؟ وام، مشاوره، تجهیزات. چی از این بهتر؟ پس مبارکه انشالله. چی مبارکه حاجی؟ اینکه شما هم تشریف میارید، ما زمینامونو میذاریم وسط، شما هم اطلاعات و مدارکتونو، بعد با کمک شما و این آقا کار شروع میکنیم. ما میشیم چی؟ ناظم مزرعه. ناظم نه امو قربون، ناظر مزرعه. تازه من که نه، وزارت کشاورزی. ببینم امو جان، با این عجله که نمیشه، بذار احمد آقا فکراشو بکنه، شاید راضی نباشه. والا چی بگم، خب من یه کمی باید فکر کنم. چشم، اجازه بدیم با مادرم هم یه مشورت بکنم، ایشالله که در خدمتون باشم. ایشالله که خیره. انشالله. ما منتظریم بابا جون، خوب فکراتو بکن، ببینیم چه کار میکنی. تون نریا، مواظب باش. چشم، خیالتو راحت باشه. تهران نرفته، مشکلاتش هم شروع شد. نه دیگه، ایشالله که بهتر میشه. هوا اینجا خیلی براتون خوبه.